سفر رئیس جمهور کرزای در آینده نزدیک به قطر برای گفتگوهای صلح با طالبان. سپردن مسئولیت های کامل زندان بگرام فردا به حکومت افغانستان. حیف و میل شدن دوسوم تمامی عواید سالانه دولت افغانستان در گمرک ها. بازگشت پرویز مشرف به پاکستان بودن لباس نظامی اما با سلام نظامی. و مخالفت با ایجاد بازارچه های مرزی در مرزهای افغانستان. سلام، با خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه چهارم ماه عمل سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه مارچ سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. قرار است رئیس جمهور کرزای در آینده نزدیک برای گفتگو درباره گشایش دفتر طالبان به قطر برود. ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور کرزای در این سفر افزون بر گفتگو درباره گشایش دفتر طالبان در شهر دوحه بر گسترش رابطه دو جانبه با مقامهای قطر گفتگو خواهد کرد. در این حال شورای عالی صلح میگوید که رئیس این شورا نیز در این سفر رئیس جمهور را همراهی خواهد کرد. گفته می شود که محور گفتگوهای آقای کرزای با مقامهای قطر بر حضور چهرهای برجسته طالبان در گفتگوهای صلح خواهد بود. قرار است رئیس جمهور کرزای برای گفتگو درباره گشایش دفتر طالبان در شهر دوحه و گسترش روابط دو جانبه میان این دو کشور به قطر سفر نماید. اما طالبان بارها به فراخوان حکومت کابل به انجام گفتگوهای صلح پاسخ رد دادند و گفتند که تنها طرف گفتگوهایشان ایالات متحده آمریکا خواهد بود. با این هم رئیس جمهور کرزای تصمیم دارد تا در این سفر درباره گشایش دفتر برای طالبان با امیر قطر و دیگر مقام های این کشور دیدار کند. رئیس جمهور اسلامی افغانستان قرار است به دعوت امیر قطر در آینده نزدیک یک سفر رسمی به آن کشور داشته باشد و در حال حاضر آجندای این سفر روی دو محور متمرکز خواهد بود، یکی موضوع گسترش و تحکیم روابط دو جانبه و همچنان همکاری ها میان قطر و افغانستان، همچنان موضوع روند صلح و مسائل مربوط به گشایش و ایجاد دفتر برای مذاکرات صلح با مخالفین مسلح. گفته می شود که هیئت از وزارت امور خارجه برای آمادگی ها برای گفتگو درباره گشایش این دفتر پیش از این به قطر رفته است. بارها گفته شده است که پاکستان می تواند نقش مهم در تامین صلح و ثبات در افغانستان بازی کند. چنان که وزارت امور خارجه نیز برای آسان‌تر ساختن روند صلح از پاکستان می خواهد که زندانیان طالب افغان را به حکومت افغانستان بسپارد. افغانستان د صلح د پروسې په حق باندې به هم د دوړو خو او ترمنز خبري تر سره کیږي چې په هغه کې البته دا د هیڅ نه پټه نه ده. په دوحه کې د مذاکراتو د ترسره کولو دپاره د یو دفتر پرانیستل هم شامل دی. شورای عالی صلح میگوید که رئیس جمهور و رئیس این شورا در این سفر بیشتر درباره حضور چهره های سرشناس طالبان در گفتگوهای صلح با مقام های قطر گفتگو خواهند کرد تا اشتباه های گذشته تکرار نشوند. آغاز بشه گفتگوها رهبری طالبا که یک دشان امیال به قطر هستند و که یک ده کشورهای خارجی اینها گفتگوهای مقدماتی دارن. ما او را البته گفتگوی صلح نمی دانیم، یعنی مذاکره صلح نیست. مسائل است که صحبت اینها دارن و ما باور دارم که کشورهای دوست ما هم سعی میکنن زمینه سازی بکنن، مساعدت بکنن. تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان از برنامه های بنیادی حکومت افغانستان در سالهای اخیر بودند، اما به نظر می رسد که هر بار این تلاش ها با واکنش های تند هم روبرو شدند. مسئولیت های کامل زندان بگرام فردا به گونه رسمی به حکومت افغانستان سپرده خواهند شد. وزارت دفاع ملی میگوید که ارتش ملی برای تامین امنیت این زندان آمادگی دارد. در این حال وزارت امور خارجه میگوید که بر بنیاد توافقاتی که صورت گرفتند پس از این تمامی کسانی که از سوی نظامیان خارجی از میدانهای نبرد بازداشت میشوند به دولت افغانستان سپرده خواهند شد. شریف امیری در این باره گزارش دارد. کابل با گرفتن مسئولیت های کامل زندان بگرام نزدیک تر می شود. مسئولیت هایی که در ماه های اخیر بارها کابل و واشنگتن را به روی رویی کشانده است. رئیس جمهور کرزایی در این اواخر خواهان انتقال بیدرنگ مسئولیت های زندان بگرام به حکومت افغانستان شده است. اما احتمال رهایی برخی از زندانیان که بسیار خطرناک پنداشته می شوند میان نظامیان آمریکایی و رئیس جمهور تنش‌زا گفته شده است. پس از انتقال زندان بگرام به حکومت افغانستان، وزارت دفاع ملی
مسئولیت های امنیتی این زندان را بر عهده خواهد داشت. نهادی که از تامین امنیتی این زندان اطمینان می دهد. فردا وزارت دفاع ملی آمادگی گرفته که بازداشتگاه بگرام انتقال پیدا کنه به جانب افغانستان. اقدامات کامل به خاطر تامین امنیت زندان گرفته شده. اما پس از این کسانی که در میدان‌های نبرد از سوی نظامیان خارجی بازداشت می‌شوند در کجا زندانی خواهد شد؟ انتقال اختیار زندان بگرام به دولت افغانستان شامل انتقال تمام افرادی که از این به بعد گرفتار میشن، دستگیر میشن در جبهه جنگ به دولت افغانستان هم است. زندان بگرام یکی از بزرگترین زندان‌های کشور است، جایی که بسیاری از زندانیان آن در میدان‌های نبرد بازداشت شدند و پیوندهای با گروه‌های هراس افغان داشتند. با گذاری مسئولیت‌های این زندان به حکومت افغانستان بارها از سوی نظامیان آمریکایی به تعویق انداخته شده است. به تازگی رئیس جمهور کرزی از وجود برخی زندانیان بی‌گناه و رهایی این زندانیان سخن گفته است. ظاهرا همین گفته‌ها یکی از علت‌های بنیادی تأخیر در واگذاری مسئولیت‌های این زندان به حکومت افغانستان پنداشته شده است. در این روزها واگذاری 600 زندانی که بسیار خطرناک گفته شده‌اند نیز یکی از موضوعات بحث برانگیز میان کابل و واشنگتن بوده است. برخی از شرکت‌های خصوصی امنیتی در کشور در قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان دست دارند و باید جلوی فعالیت‌های این شرکت‌ها گرفته شود. شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان با ابراز این مطلب میگویند که دو شرکت امنیتی خصوصی اناسم در ولایت‌های فرا و هرات فعالیت دارند که باید خلع سلاح شوند. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. معین محافظت عامه وزارت امور داخله به روز یک شنبه برای پاسخگویی به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان فراخوانده شد. شماری از اعضای این کمیسیون میگویند که هنوز هم برخی از شرکت‌های امنیتی خصوصی به گونه غیر قانونی در کشور کار می‌کنند و در برخی از حالات در قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌ها دست دارند. در کابل کندهار او در کندهار صدر ایرات پر دیر کمپنی غیر قانونی فعالیت درلودی خالص لا کړی خو په هغه جمله کې څو کمپنی ځینې پاتې شوې چې یو خبره د فاپا پراکیو کمپنی د دوی سپاته سوا یو کمپنی په ایرات کې ځینې پاتې سوا. یکی از جرم هایی که امین سکتور های خصوصی امنیتی میکنن فساد اداری را به اوج رسانده، قاچاق انسان صورت میگیره. ما شاهدش هستیم در ولایت قندهار که امین قسم بود قاچاق مواد مخدر در این صورت میگیره. اما معین محافظت عامه وزارت امور داخله میگوید که پیش از این 52 شرکت خصوصی امنیتی در کشور فعالیت داشتند که از این میان 20 شرکت خلص صلاح شدند و نیز شمار زیادی از کارمندان این شرکت ها در معینیت محافظت عامه جذب شده اند و می افزاید که از این میان 32 شرکت خصوصی دیگر تنها در بخش مشوره‌دهی خطر فعالیت دارند و مسئولیت این شرکت ها نیز به معینیت محافظت عامه سپرده خواهند شد. ما ظرفیت یا توانایی ایره که ما باید بدرقه قطارها را داشته باشیم، ما این ظرفیت ایره که باید بتوانیم بیزای ناتو و آیساف و امنیتش را تامین کنیم. بر علاوه که ما داریم، ما آمادگی خود قبل از قبل هم در ازو اعلان کردیم که در ازو سوال وجود نداره. معینیت محافظت عامه میگوید پولهایی که از رهگذر تامین امنیت کاروانها در شاهراها گرفته میشوند در هر 50 کیلومتر از هر موتر 175 دلار است و بخش بزرگ این پولها به خزانه دولت میرود. دو سوم تمامی عواید سالانه دولت افغانستان حیف و مل میشود. یک پژوهش تازه نهاد مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که بیشترین حیف و میل عواید داخلی کشور در گمرک‌ها صورت می‌گیرد. وزارت مالیه می‌گوید که عواید سالانه افغانستان نزدیک به 1.5 میلیارد دلار است، اما آمار داده شده از سوی نهاد مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را نمی‌پذیرد. در این باره سید حازم آرش گزارش دارد. نهاد مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با پخش نتایج کارهای 6 ماه اخیر این نهاد از افزایش فساد اداری در نهادهای حکومتی نگران است و میگوید که نبود تعهد مقامها در مبارزه با فساد اداری سبب افزایش فساد در ادارات شده است. از سوی همین نهاد میگوید که بر بنیاد بررسی‌هایی که انجام شدند بیشترین فساد اداری در گمرک‌های کشور صورت گرفته است. قسمی که اطلاع دارین همه ما با خبر هستیم، بزرگترین فساد اداری در موضوع عواید مملکت در گمرکات است. ما تقریبا 200% از عواید خود در فساد از دست میدیم.
شما فکر کنین اگر ما میتونستیم این 200% پس به جریان آبادی مملکت پرتیم در داخل بودجه میامد، فکر میکنم عواید ما بسیار بالا میرفت. در امین حال وزارت مالیه میگوید که فساد در تمامی گمرک ها وجود دارد، اما اندازه فساد را کمتر از آنچه که نهاد گفته است میداند. با افغانستان که در فساد کچه با گمرکاتو که شاید چه زمون در مجموعی عوایدو یا در پاموار فیصدی جوره کی، مگر دا چه ادعا کیگی چه 2 میلیارد یا 200% دقا فکر کنم چه هوایی خبری دی. این نهاد بررسی کننده فساد اداری میگوید که تاکنون 20% از خواستها و پیشنهادهای این اداره به منظور کاهش فساد در ادارات از سوی حکومت به گونه کامل عملی شدند و این نهاد امروز نیز 36 پیشنهاد دیگر را برای مبارزه با فساد اداری به نهادهای حکومتی و جامعه جهانی فرستاد. از سوی این نهاد میگوید که بر چگونگی عملی شدن فرمان 45 رئیس جمهور نیز بررسی‌هایی را انجام داده است که تا چند روز آینده گزارش مکمل این بررسی‌ها نیز پخش خواهد شد. 4 تن به شمول پسر خواجه نبی، یکی از فرماندهان پیشین جهادی، در پیوند با رویداد کشته و زخمی شدن 6 غیر نظامی در پروان بازداشت شدند. شورای ولایتی پروان میگوید که درباره پسر خواجه نبی به علت آزار اذیت و حتی قتل مردم در این ولایت از گذشته ها شکایت های وجود داشتند، اما پلیس در این زمینه کار نکرده است. در این حال والی پروان از ناتوانی های پلیس در کار جلوگیری از چنین رویدادها به شدت نگران است و این موضوع را در شورای امنیت ملی نیز مطرح ساخته است. والی آریان گزارش می دهد. از گذشته ها در باری آزار و اذیت مردم از سوی زورمندان در پروان نگرانی های وجود داشتند. اکنون این رویداد اخیر باشندگان این ولایت را بیشتر خشمگین ساخته است. کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در جشن نوروز و نخستین روز سال در پروان نگرانی های بیشتر باشندگان این ولایت را برانگیخته است. رویدادی که میان پسر خواجه نبی با پلیس و نگهبانان میر رحمان رحمانی عضو مجلس نمایندگان رخ داد. برای فعلا فردوس نام در زندان است. 2 نفر دیروز گرفته شد، 2 نفر امشب گرفته شدند. این قضیه شان دیگه امروز تحقیق و بررسی میشه، شاید فردا برای سرانجامی داده شود و کسای دیگه هم در قضیه شامل هستند اونا هم باید خواسته شوند. تنها در پروانه بل در بسیاری از بخشای کشور، حتی در پایتخت مثل پروان هستن زورمندان و نزدیکان مقام های بلندپایه حکومتی که دست به آزار و اذیت و قتل مردم میزنند. اکنون نگرانی ها از افزایش چنین رویدادهای وجود دارند. مثل اینجا در پروان در رویدادی که بر روز اول سال نو 3 غیر نظامی کشته شد و 3 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. این رویداد هنگامی رخ داد که پلیس میخواست موتر پسر خواجه نبی را بازرسی کند. در این میان ادعا میشود که پسر خواجه نبی یکی از فرماندهان پیشین جهادی در پروان از گذشته ها با آزار وضعیت مردم در این ولایت میپرداخت. از گذشته سر و صدای مردم ما بلند شده و سر و صداهای در شهر وجود داشت، در اطراف شهر وجود داشت، در بعض مناطق از ولایت پروان وجود داشت و ما همیشه انتظار داشتیم که نیروهای امنیتی پروان موشکافی بکنن و این قضیه را پیگیری بکنن که تا هنوز ما انتظار همچون واقعه را نداشتیم. قتل و آزار اذیت مردم؟ 100% 100% از طرف پسر خواجه نبی فردوس؟ همچون شکایت و همچون صداها در این موارد بلند شده. از پسر خواجه نبی؟ بله ها بلند شده. بله ها. این تنها پروانه است که چنین رویدادهای در آنجا رخ می دهند. پیش از این هم در بخشای دیگری از کشور نیز زورمندان و نزدیکان مقامهای بلندپایه حکومت با آزار اذیت و حتی قتل مردم دست زدند. چنان که محمد کمین و امیرگل دو فرمانده پیشین پلیس ولسوالی بغلان مرکزی نیز به کشتن 3 افسر ارتش ملی به روز عرفه سال پار متهم هستند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان امروز با لباس ملکی اما با ادای سلام نظامی به کشورش بازگشت. با وجود تمامی تهدیدهای امنیتی پرویز مشرف به روز یکشنبه به شهر کراچی رسید و هدف بازگشت وی شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان گفته شده است. از سوی دیگر امروز که میسر انتخابات پاکستان میر هزار خان را به حیث نخست وزیر موقت این کشور برگزید. در این حال دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان میخواهد تا پرویز مشرف حکمروای نظامی پیشین را به علت نقض حقوق بشر مسئول بداند.
بازگشت پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان به کشورش با استقبال بیش از 300 تن در میدان هوایی شهر کراچی روبرو گردید. با وجود تمامی تهدیدهای امنیتی، این جنرال بازنشسته 4 ستاره که برای بیش از 4 سال در تبعید خودخواسته به سر می برد، با بازگشت به پاکستان می کوشد تا حزبش را در انتخابات پارلمانی پاکستان رهبری کند. در حالی که پیش از این دادگاه ضد هراس افغانی راولپندی حکم بازداشت پرویز مشرف را به علت فراهم نساختن امنیت لازم به بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان صادر کرده بود، اما دادن ضمانت به دادگاه از بازداشت وی جلوگیری کرد. پیش از آمدنشان دولت محکمه پاکستان حکم بازداشت جنرال مشرف داشتن، لیکن دختر جنرال مشرف در کراچی پیش یک محکمه رفتن و توانستن که برای 10 روز برای مشرف یک بیل یعنی گرفتار نشود، یعنی صدر خود میکنه بدون کدام حراس یا مداخله از طرف محاکمه در پاکستان باشد. در همین حال رهبر حزب اصلی مخالف حکومت هند میگوید که بازگشت پرویز مشرف وضعیت اساسی را در پاکستان تغییر نخواهد داد. مشرف کو گفته های مشرف در هند هیچ گونه اعتبار ندارد و بازگشت وی در آمدن تغییر در وضعیت اساسی پاکستان نیز اثرگذار نیست. گروه بزرگی در پاکستان از هند نفرت دارند و همواره با فرستادن هراس افغانان در تلاش نابودی هند است. بازگشت پرویز مشرف در حال صورت می‌گیرد که پیش از این تحریک طالبان پاکستان هشدار داده است که گروه ویژه از انتحار کنندگان و تکتیراندازان برای آماج قرار دادن وی آماده شده اند. با وجود این تهدید آشکار، پرویز مشرف شرکتش را در انتخابات پارلمانی ماه می یک ضرورت می‌داند. با این هم چند خبر کوتاه از جهان. معاذ الخطیب رهبر ائتلاف ملی سوریه از مقامش کنارگیری کرد. در متن استعفانامه معاذ الخطیب از کشورهایی که با مسلح کردن جنگجویان مخالف حکومت بشار الاسد مخالفت میکنند انتقاد شده است. ائتلاف ملی سوریه بزرگترین ائتلاف مخالفان حکومت بشار الاسد است و این ائتلاف از سوی ده ها کشور به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخته شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر نامنتظر به عراق رسید. قرار است جان کری در دیدار با مقام‌های بلندپایه عراق خواستار پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور شود. گفته می‌شود جان کری از حکومت عراق خواهد خواست تا نگذارد بیشتر از این هواپیماهای ایرانی با استفاده از حریم فضایی عراق جنگ‌افزارها را به حکومت سوریه انتقال دهند. روز جهانی ساعت زمین را 150 کشور گرامی داشتند. باشندگان بیش از 7000 شهر و شهرک در این کشورها با خاموش کردن چراغ‌های خانه‌ها و چراغ‌های غیر ضروری دیگر برای یک ساعت خواستار آگاهی درباره تغییرات آب و هوا و صرفه‌جویی در نیروی برق در جهان شدند. باز هم خوش آمدید به این هم چند خبر اقتصادی. ایجاد بازارچه‌های مرزی در مرزها با همسایه‌ها به سود افغانستان نیست. اتاق تجارت و صنایع میگوید که هرچند شمار از کشورها به ویژه ایران تلاش دارد با ایجاد بازارچه‌های بیشتر مرزی زمینه افزایش داد و ستد را فراهم سازد، اما با توجه به اینکه تولیدات افغانستان نسبت به همسایه‌ها بسیار اندک است، افغانستان نمیتواند به گونه مساویانه در این بازارچه‌ها فعالیت کند. زبیح الله جهان مل گزارش میدهد. کالاهای بازرگانی که در بازارچه‌های مرزی خرید و فروش می‌شوند از پرداخت مالیات تعرفه‌های گمرکی و محصول معاف هستند. از همین رو شماره از کشورهای همسایه تلاش دارند بازارچه‌های مرزی را در مرز با افغانستان بیشتر سازند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که افغانستان به اندازه کشورهای همسایه تولیدات ندارد و کارخانه‌های نوپای کشور نمی‌توانند با کالاهایی که در این بازارچه‌ها با 22% بهای کمتر عرضه می‌شوند رقابت کنند. در وقت پوری چه افغانستان پخ په لاس کې یو شی د ارزې لپاره په دا فری زونونو کې یا په دا بازارچو کې نه لري، ښه به دا وي چې په قانوني لحاظ دا مالونه ګمرک ته راشي، هلته محصول شي، مالیات افغانستان پکې ټول شي، او بیا هغه تعرفې چې موږ د صنایعو د حمایت لپاره جګ کړي دي هغه ترلاسه شي.
این در حال است که گفته می شود با توجه به این که ایران بسیاری از بازارهای جهانیش را از دست داده است و نیز افغانستان برای حمایت از تولیدات داخلی تعرفه های شماره از کالاهای وارداتی را افزایش داده است، ایران تلاش دارد بازارچه های مرزی با افغانستان را بیشتر سازد که این کار زمینه رقابت ناسالم و قاچاق کالاها را فراهم خواهد ساخت. و این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 53 افغانی و 45 پول، یک یورو 69 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 14 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 530 و 6 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می کند. با عرض سلام، این هم چند رویداد ورزشی. فدراسیون جهانی فوتبال فدراسیون فوتبال افغانستان را در جمع 12 کشور که توانستند دستاوردها و پیشرفت‌های خوب داشته باشند معرفی کرد. فدراسیون جهانی فوتبال افغانستان را ستایش می‌کند و برگزاری لیگ برتر و پیروزی‌های فوتبال افغانستان را شاهکار می‌داند. در گزارش فدراسیون جهانی فوتبال آمده است که فیفا سه پروژه ویژه را در جریان همین سال در افغانستان آغاز خواهد کرد. مسئولان فیفا میگویند دستاوردهای فوتبال افغانستان به ویژه برگزاری لیگ برتر فوتبال نتیجه عالی برای حمایت کنندگان مالی فدراسیون فوتبال افغانستان داشته است. در این حال علیرضا آقازاده دبیرکل فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید تلاش ها برای پیشرفت فوتبال ادامه دارند. تصمیم اخیر فیفا که کشور افغانستان در جزء 12 کشوری که واجد شرایط برنامه فیفا پرفورمنس یا برنامه شاهکار فیفا هستند، مسئولیت‌های ما را بیش از پیش سنگین‌تر ساخته. از سوی دیگر فوتبال بانوان افغانستان در رده بندی فیفا 7 پله صعود دارد. یک دستاورد خیلی بزرگی است در کمیته بانوان فدراسیون فوتبال تا توانستیم، یعنی از جایگاهی که نیم ایستاده بودیم و حال توانستیم که 7 پله صعود بکنیم. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان تاکید می‌کنند که برای پیشرفت فوتبال در کشور باید همه ورزشکاران دست به دست هم بدهند تا فدراسیون جهانی فوتبال پروژه‌های بیشتر را در افغانستان عملی کند. قرار است فردا رقابت‌های قهرمانی فوتسال لیگ دسته اول کابل در تالار کمیته ملی المپیک آغاز شود. مسئولان برگزاری این رقابت‌ها می‌گویند که در پایان تیم قهرمان و تیم دوم جواز حضور به رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل را به دست می‌آورند. اما چهار تیمی که کمترین امتیازها را داشته باشند و لیگ دسته دوم فوتسال کابل سقوط می‌کنند. این رقابت‌ها با حضور 28 تیم از کابل برگزار می‌شود. و اینکه روسیه قهرمان کشتی آزاد 2013 اروپا شد. در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان اروپا در سال 2013 که در گرجستان برگزار شده بود، تیم روسیه به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های گرجستان و اوکراین دوم و سوم شدند. در این حال در رقابت‌های کشتی زنان تیم ملی اوکراین اول شد و کشورهای روسیه و پولند مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می کند. فردا کابل هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3. مزار شریف هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. کندهار هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. جلال آباد هوا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. و هرات هوا نیما آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. این متخبرها تا این ساعت است. توجهتان جهان سپاس. وقت خوش داشته باشید.